هستن. شب و روزتون بخیر. به کانال خودتون دکتر سلامت در یوتیوب خیلی خوش اومدین. امروز قصد دارم برای شما توضیح بدم که با مصرف چه مواد غذایی میتونید پوستی شگفت‌انگیز و فوق‌العاده داشته باشید. مورد اول، چهره ای بیچین و چروک داشته باشید. و اما چه بخورید؟ آووکادو. خیلی از انسان‌ها مواد آرایشی بهداشتی حاوی ویتامین ای را به پوست خود می‌مالند، اما کار بهتر این است که این ویتامین را بخورید. آووکادو میوه‌ای غنی از مواد مفید است که پوست را در حالت شاداب نگه می‌دارد و از آسیب دیدن آن توسط اشعه‌های مضر نور خورشید جلوگیری می‌کند. میوه‌های سیتروسی یا مرکبات. مرکبات و میوه های مرسوم به زرد و نارنجی منابع عالی از ویتامین C هستند. بدن انسان برای ساخت پروتئین ضروری پوست یعنی کلاژن به ویتامین C نیاز دارد. با ساختن کلاژن پوست منعطف و جوان و شاداب به نظر می رسد. ماهی تون. ماهی تون منابع غنی از سلنیوم است. این ماده معدنی سلول های پوست را از آسیب های رادیکال های آزاد محافظت می کند و به عملکرد خوب رشته های کلاژن که به پوست برای رهایی از خط و چین و چروک کمک می کند. و چه نخوری؟ کربوهیدرات سفید. کربوهیدرات های تصفیه شده مثل کربوهیدرات موجود در برنج، نان و پاستا در واقع منبع غنی قندها هستند. با خوردن این مواد غذایی شما مقدار زیادی قند وارد بدن خودتان می کنید و این باعث می شود بدن دستور ترشح هورمون انسولین را بدهد. به جای خوردن این مواد به خوردن غلات مثل غلات صبحانه و نان های درست شده با غلات کامل روی بیاورید. برای آنکه پوستتان دیگر خشک نباشد. دکتر دال میگوید وقتی سیستم ایمنی بدنتان بیش از حد فعال باشد، عملکرد سلول‌های بدن و پوست به گونه ای است که پوست خشک، حساس، آسیب دیده و ترک خورده می‌شود. در واقع بدن شما به هر خطر و وضعیت نامناسبی با التهاب و ملتهب شدن پاسخ می‌دهد. اما چگونه میتوان از این مشکل جلوگیری کرد؟ خب، راه ساده استفاده از مواد غذایی است که به پوست کمک می‌کند تا رطوبت مناسب داشته باشد. چه بخورید؟ ماهی سالمون. ماهی های روغنی غنی از اسیدهای چرب ضروری هستند. این اسیدهای چرب برای پوست خشک یا مستعد حساسیت بسیار مفید است، زیرا باعث رطوبت رسانی مناسب به پوست می شود. برنج قهوه‌ای. برنج قهوه‌ای منبع فوق‌العاده‌ای از ویتامین‌های خانواده B است که این ویتامین‌ها نقش مهمی در رساندن مواد لازم و حیاتی به پوست را دارد. در ضمن ویتامین‌های خانواده B می‌تواند مواد دفعی و زائد پوست را هم دفع کند و این گونه عملکرد پوست را در حالت تعادل نگه دارند. در کل این مجموعه عوامل باعث می‌شوند که پوست خشک و آسیب‌پذیر نباشد. ماست. مطالعات نشان داده افرادی که دچار پوست خشک، حساس یا آسیب پذیر و مستعد ابتلا به جوش‌های عفونی هستند، در روده‌های خودشان انواعی از باکتری دارند که می‌توان آنها را به باکتری‌های مضر یا بد نامید. اگر ماست طبیعی یا ماست پروبیوتیک بخورید، به تعادل باکتری‌های مفید روده‌تان کمک کرده و این مشکلات را حل می‌کند. و چه نخورید؟ بیش از حد امگا 6 نخورید. اومگا 3 و 6 اسیدهای چرب ضروری برای بدن محسوب می شوند، اما خوردن بیش از حد آنها می تواند باعث خشکی پوست شود. سعی کنید در خوردن این مواد تعادل را رعایت کنید تا پوستتان در حالت مناسب بماند. منابع اصلی اومگا 6 عبارتند از غلات، تخم مرغ، گوشت. پس به جای اومگا 6 می توانید از منابع غنی از اومگا 3، ماهی های روغنی و غیره استفاده کنید. برای آنکه صورتی بدون جوش داشته باشید. دکتر ساموئل چاپرمن متخصص پوست در دانشگاه ادینبرو میگوید علت شکل‌گیری آکنه واضح است. افزایش بیش از حد ترشح چربی از غده‌های صبابه پوست. پس کلید جلوگیری از آکنه تغذیه مناسب برای عملکرد صحیح غده‌های صبابه پوست است. یادتان باشد بهترین مواد غذایی برای تنظیم میزان ترشح پوست ویتامین‌های آ و زینک و روی هستند. البته آنتی اکسیدان‌ها را هم نباید فراموش کنید. چه بخورید؟ سیب زمینی شیری.
سیب زمینی های معمولی پای ثابت سفره انسان هستند، اما سیب زمینی های شیرین را کمتر کسی مورد توجه قرار می دهند. اما بدانید این سیب زمینی های نارنجی منبع عالی ویتامین آ هستند که نقش مهمی در تنظیم عملکرد غدد صوابه پوست دارند. در ضمن ویتامین آ مانع شکل گیری کراتین در پوست می شود. کراتین پروتئینی است که به التهاب و آسیب پذیری پوست و شکل گیری محیطی مناسب برای آکنه کمک می کند. تخمه کدو تنبل یک منبع عالی از زینک است. زینک در بدن عملکرد هورمون تستوسترون را تنظیم می کند. باید این را بدانید افزایش هورمون تستوسترون در بدن یکی از علتهای اصلی برهم خوردن عملکرد غدد صوابه پوست است. اسفناج این سبزی سبز رنگ برگدار خصوصیات مثبت زیادی دارد، از جمله آنکه غنی از بتاکاروتن است. مواد موجود در اسفناج ضد التهاب است و باعث می شود پوست حالت مناسب تری پیدا کند. در ضمن این مواد لایه دوم پوست را که محل اصلی شکل‌گیری جوش است از آسیب دیدن حفظ می کند. و اما چه نخورید؟ قند مخفی. فکر نکنید تنها شیرینی، کیک و شکلات غنی از قند هستند. در آب میوه ها، نوشابه های گازدار، غلات به خصوص قرارات فراوری شده، شربت ها و سوس ها مقدار زیادی قند وجود دارد. بهترین کار این است که مصرف هر چیز با مزه شیرین مگر میوه ها را متوقف کنید و یا مصرف آنها را کاهش دهید. ممنونم از این که ما رو همراهی کردید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید حتما اون رو لایک کنید و اگر ما رو تا حالا دنبال نکردید با زدن دکمه سابسکرایب از این به بعد ما رو دنبال کنید.